سلام دوستان، در این فیلم میخواییم در مورد وی بی ای با هم کمی صحبت کنیم و در حقیقت مقدمه بر وی بی ای رو داشته باشیم. خب وی بی ای که قبلا هم گفتیم یک محیط برنامه نویسی در مایکروسافت آفیس هستش و تمام نرم افزارهای آفیس این محیط رو برای علاقمندان برای برنامه نویسی و ارتقای نرم افزار خودشون که تهیه میکنن به یک لول بالاتر تبیهش کردن. وی بی ای مخفف ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن هست و یک محیط برنامه‌نویسی بر اساس رویدادها می باشد و خب میتونیم در اون برنامه‌نویسی شیگرا هم داشته باشیم و بر اساس آبجکت ها و شیهای تعریف شده برنامه‌نویسی رو انجام بدیم. خب قبل اینکه وی بی ای رو شروع کنیم باید این نکته رو بگم که برنامه‌نویسی و برنامه‌نویسی شیگرا به خصوص مبحث کاملا بزرگ و پیچیده هستش که ما در اونجا نمیخوایم به صورت کامل وارد این مبحث بشیم و این مجموعه و دوره آموزشی به طوری تهیه میشه که اشخاصی که با برنامه‌نویسی آشنایی ندارن و حرفه اونها هم برنامه‌نویسی نیست همچون من بتونن با وی بی ای کار بکنن و کد و برنامه‌ای بنویسن که کاربردی باشه و کارهایی که به صورت عادی با ابزارهای ویزیو حالا اکسل اینها هم بعدن ارائه خواهد شد ولی در حال حاضر با ویزیو نمیتونن انجام بدن رو با وی بی ای انجام بدن، که یه نمونه از اون کارها همین پروژه شبیه سازی هستش که ما به صورت عادی نمیتونیم یه شبیه سازی رو با ابزارهای ویزیو داشته باشیم و حتما نیاز هستش که با برنامه‌نویسی کد اون نوشته بشه تا بتونیم اون رو انجام بدیم. خب چرا پروژه شبیه سازی در نظر گرفته شده؟ ما میخواییم اینجا بر اساس این پروژه وی بی ای رو با هم یاد بگیریم. این پروژه در حقیقت یک سطح نسبتا معقولی از برنامه نویسی رو به ما یاد میده که با اون سطح میتونیم کارهای زیادی رو انجام بدیم. به طور مثال اگر شما یه ویدیوی داشته باشین که تعداد زیادی شیت داشته باشه و بخواین تو اون شیت مثلا ترجمه رو انجام داده باشید و این فرآیند رو ترجمه کنین و تکس ها رو جابجا کنین، خب سخت تک تک هر کدوم از اینا رو باید سلکت کنین، بعد تکس اونو از انگلیسی به فارسی تبدیل کنیم و حتی در کارش کپی پیست کردن به ازای هر کدوم هستش. خب ما با وی بی ای میتونیم اول اون ترجمه خودمون رو بشناسیم، بهش بگیم که هر کدوم از این ترجمه مربوط به کدوم آیدی و شکل هستش، که حالا با گزارش گیری از ابزارهای عادی ویزیو هم استفاده کنیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یه گزارش میگیریم، تو اون گزارش آیدی شکل ها و تکس اون ها مشخصه، جلوی هر کدوم از اون تکس ها ترجمه خودمون رو انجام میدیم و دوباره اونو ایمپورت میکنیم به عنوان یه شیپ دیتا تو اون قرار میدیم. خب بعد از اون کار ما باید بتونیم توی یه حلقه ای به کل شیه هامون بگردیم و تو کل پیج هایی که حالا وجود داره و خب عمل ریپلیس کردن رو انجام بدیم. جالبه بدونین که من خودم یک کدوم از کارهایی که کردم ترجمه APQC بود، که APQC و نمودار سلسله مراتب اونو از طریق Organization Chart ترسیم کرده بودم به زبون انگلیسی و وقتی که میخواستم اونو فارسی کنم از همین طریق استفاده کردم. تعداد زیادی باکس داشتم، در حقیقت 12 تا شیت داشتم و تو هر کدوم تعداد متغیری باکس داشتم و با همین رویه ترجمه خودم رو فقط ریپلیس کردم و هم نمودار سلسله مراتبی زبان انگلیسی رو داشتم هم نمودار سلسله مراتبی فارسی رو، بدون اینکه خودم بخوام تک تک اونا رو بگیرم و کپی پیست کنم. خب این یه نمونه کوچیکی بود که از اون میتونستیم استفاده کنیم. اگر با هم دیگه تا پایان این دوره آموزشی بودیم شما هم یاد خواهید گرفت که پروژه‌ای رو به بزرگی شبیه سازی آماری انجام بدین که خب نسبتاً سخت هستش و تو اون سینتکس های خیلی مختلفی رو یاد میگیرین که خیلی کاربردی هستش
و بتونین کارهای خودتون رو که پیش میاد تو محیط کار یا برای پروژه های دانشجوییتون یا هر چیز دیگه از اون استفاده کنین. پس ما پیش فرضمون این هستش که شما برنامه‌نویسی بلد نیستین و کارتون هم برنامه‌نویسی نیستش و فقط میخواین از برنامه‌نویسی تو محیط آفیس استفاده کنین. خب به خاطر اینکه ما وارد محیط برنامه‌نویسی VBA Visual Basic بشیم، تو تب دیولوپر میریم. تب دیولوپر رو من چندین بار گفتم که چجوری میتونیم بیاریم که دیگه تو این فیلم نمیارم، چون یه فیلم جداگونه در مورد دیولوپر و ماکروها ارائه شده و میتونین اونو مشاهده کنین. خب وقتی که به ویژوال بیسیک میریم، یه چنین محیطی رو برای ما باز میکنه. اگه توجه کرده باشین دوتا پنجره هست، یکی خود ویزیو من هستش و یکی وی بی ای من هستش. خب تو این محیط وی بی ای من یه پروژیک انیمیشن دارم. لازم به ذکره که VBA بر اساس گفتم ایونت ها هست، برنامه‌نویسی ایونت ها هست و اسم خودش رو به یه جور دیگه اتوماسیون قرار داده و انیمیشن. و خب حالا یه جا نمونه از استفاده از اونو می‌بینیم که ماکروها رو بخوایم ران کنیم، در حقیقت با شیء اتوماسیون میتونیم اون کار رو انجام بدیم که حالا جلوتر به اون میرسیم. خب تو اینجا ما شیء ها، فرم ها و هر چیزی که تعریف شده تو این پروژه وی بی ای مون، تو این پروژه انیمیشنمون میتونیم ببینیم که دیس داکیومنت یه ویزیو آبجکت هستش. خود ویزیو یه کلاسی هستش که به صورت تمپلیت وجود داره و کلاس ها در حقیقت تمپلیت ها و پیشنویس هایی هستن برای ایجاد شیء ها، که حالا تو زبان برنامه‌نویسی شیء‌گرا در مورد اونا خیلی بحث و گفتگو وجود داره و شما میتونین از اونا برای مطالعات بیشتر استفاده کنین. خب پس این داکیومنت یک شیء ویزیو هستش که کل این ویزیو من رو شامل میشه. کدی که با سه سیمولیشن نوشته شده داخل این شیء نوشته شده. خب این کل کدی هستش که برای انجام شبیه سازی قرار داده شده. خب حالا یه مقدار قبل اینکه وارد کد بشیم، ما بهتره در مورد ابزارهای وی بی ای آشنا بشیم. این قسمت ابزارهایی هستش که من به صورت پیشفرض نشون دادم که قرار دادم که به من نشون بده و میتونین همه اونا رو بردارین و چیزی رو نشون نده. خب برای اینکه اون رو ببینیم، مثلا دیباگ کردن رو کنترل میکنیم، کلیک میکنیم، ادیت کردن، استاندارد و حالا هر چیز دیگه، یوزر فرم. خب اینا در حقیقت تو همه جای آفیس هم وجود داره، تو خیلی از نرم افزارها هم وجود داره، میانبرها هستن و همه این ابزارها توی این قسمت ریبون بالا هم قابل مشاهده که فایل رو خب سیو و ایمپورت کردن، اکسپورت کردنه. من همه اینا رو به دیتیل توضیح نمیدم، فقط قسمت های مهم رو با هم خواهیم دید. قسمت مهم اول که حالا ادیت رو میتونیم بگیم که فایند کردن و ریپلیس کردن تو کل اینا هستش که حتما باشون آشنایی دارید. ما اینجا مقدمات رو نمیخواهیم بگیم و بیشتر سعی میکنیم وارد اصل موضوع بشیم. توی قسمت ویو من میتونستم اینجا ریبون ها رو قرار دادم که این خودش یه جور ویو بودش توی تول بارز، همونو با کلیک راست اینجا دیدم، اینجا هم میتونم ببینم. با پروپرتیز ویندوز رو میتونم ببینم که در حقیقت مشخصات دیس داکیومنت من هستش و اگر تو ویدیو یادتون باشه این مشخصات رو میتونستیم تو قسمت فایل اینفو هم مقداری تغییر بدیم. خب اینجا هم میتونیم این کار رو به نوعی انجام بدیم. خب توی کاتگوریز هم بقیه مشخصات ممکن تکراری هم باشه و خب خوبه که اونا رو مقداری نگاه کنیم. خب حالا به پنجره ویو ممکنه دوباره وارد بشیم و بقیه موارد بگیم. قسمت مهمی که میخوام در موردش صحبت کنم، حالا تو طول فرآیند آموزش من شاید قسمت های بقیه مثلا تو تولز ریفرنس رو میگم، حالا ران رو میگم که اینجا هم هستش، ولی خب اول از همه میخوام با اینزرت شروع کنم.
دیس داکیومنت من در مرحله اول خالی بود، یعنی چیزی توش وجود نداشت. بزن من کنترل A کنم، کنترل X کنم، اینطوری بودش که من اومدم تک تک همه اینا رو نوشتم. خب دیس داکیومنت وقتی که خالیه، این در حقیقت یک شیه. من درون یک شی میتونم پروسیجور وارد کنم که کوچکترین جزء در حقیقت برنامه نویسی هستش، که تشکیل شده از بیارمش پروسیجور. میتونم یه پروسیجور رو تعریف کنم که تشکیل شده از نوع تایپ، از نوع ساب، فانکشن و پروپرتی. پروپرتی واسه کلاس ها هستش که من میتونم پروپرتی ها رو تعریف کنم. چون ما اینجا نمیخوایم به صورت حرفه‌ای برنامه نویسی کنیم، زیاد وارد کلاس ها نمیشیم. چیزی که واسه ما خیلی مهم هست فانکشن و ساب هستش. ساب در حقیقت یک جور تابعی هست که ورودی نمیگیره و خروجی هم نمیده و فقط یک سری سینتکس ها رو اجرا میکنه. فانکشن تابعی هست که ورودی های زیادی ممکنه بگیره ولی یک خروجی رو به من ارائه میده. پروپرتی ها هم مشخصه های در حقیقت کلاس من هستش که کسانی که میخوام با شیگرها آشنا بشن با رویدادها، مشخصه ها و در حقیقت فانکشن ها باید آشنا بشن که یک کلاس از اون تشکیل میشه. خب من به طور مثال اومدم اینجا، اول اومدم یه سابی رو تعریف کردم که کامن باتم دو بودش، حالا آندرلاین کلیک بود، حالا من نمیذارم اینو، اوکی میکنم. اینو ورد آخر همه حسابای من قرار داد، یه پابلیک تعریف کرد. من یادم رفت پابلیک اینا رو توضیح بدم، دوباره میارم. پابلیک و پرایوت وجود داره. اگر پرایوت کلیک بشه تنها تو این شی، حالا تا ماژول واسهتون میگم، تنها تو اون ماژول قابل تعریفه، که تو ماژول ها وقتی که دارم تعریف میکنم براتون تفاوت اونو قشنگ و ملموس‌تر میتونیم ببینیم. ولی وقتی که پرایوت تعریف میشه من تو محیط دیس داکیومنت میتونم از اون استفاده کنم، ولی وقتی که پابلیک تعریف بشه توی شیهای دیگه، توی ماژولای دیگه هم میتونم با فراخوانی دیس داکیومنت از اون استفاده کنم. خب وقتی که پابلیک ساب کامنت باتوم پرانتز باز و بسته وجود داشتهش، یعنی این ساب من به صورت پابلیک با این اسم تعریف شد، میتونم تو اون سینتکس های خودم رو بنویسم و ازش استفاده کنم. خب من اینو الان لازم ندارم چون یه دونه اینجا وجود داره، پرایویت ساب وجود داره که کامنت باتوم دو اندرلاین کلیک هستش. اندرلاین کلیک یعنی چی؟ یعنی من گفتم وقتی که کلیک بشه رون، اگر من بیام، یادتون باشه وی بی ای بر اساس رویدادها بودش، یه رویداد کلیک کردن هستش، من میتونم بیام اینجا اونو عوض کنم، از کلیک مثلا بیفور شیپ دلیت بکنم، وقتی که قبل اینکه یه شیپی دلیت شده باشه، یا کی پرسش کنم، یا کی دان وقتی که کلید دان رو میزنم و هر چیز دیگر، یا وقتی که ارور میدم این ساب تعریف بشه، یا موس وقتی که بالا میره این ساب تعریف بشه. خب کلیک منطقی ترشه، چون اینجا وقتی که من از تب دیولوپر اینزرت باتم رو زدم و یه باتم اینجا انداختم، وقتی که من اومدم اینجا وارد کدش شدم، حالا دیزاین مدل بزنم و وارد کدش شدم، خودش به صورت پیش فرض کامن باتم آبجکت ادیت میخوام ویو کد کنم، خودش به صورت پیش فرض اومد اینو برای من قرار دادش و کامنت باتم دو کلیک رو گذاشت که به صورت پیش فرض وقتی من این باتم رو کلیک میکنم، این کد من که هر چیزی که داخل این پرایوت ساب تا اند ساب من، حالا تا آخر اینجا این اند ساب مربوط به کامنت باتم هستش، تا اینجا اجرا میشه. خب ما از insert procedure ها صحبت کردیم که چجوری هستش. من اینجا توی این شی از ساب استفاده کردم و فانکشن ها، و برای نوشتن اینجا یه فانکشن وجود داره که در حقیقت حال سینتکسش رو بعدا با هم میبینیم. private function هم استفاده کردم. خب
من از واسه این که بتونم شبیه سازی خودم رو اجرا کنم در همین حد ساب و فانکشن ها کفایت میکردش، و بهتره بگم تا پروژه عادی که در همین حتی شبیه تا حد شبیه سازی هستش و خیلی از کار ما رو راه میندازه در حد مثلا برنامه اتوماسیون کوچیک رو، خب میتونیم تا همین حد فقط کافیه بدونیم که ساب چیه و فانکشن چیه، ورودی میگیره و اون یکی ورودی میگیره و این یکی ورودی نمیگیره، اون یکی یه خروجی میده و این خروجی نمیده. خب حالا چیز دیگه ای که حالا تو اینجا تعریف نشده یوزر فرم هستش. یوزر فرم ها هم خیلی استفاده دارن. وقتی که من یه یوزر فرمی رو میزنم ایجاد کنه، یه شی رو فرم رو واسه من ایجاد میکنه که این یک فرم در حقیقت یک شی هست که از کلاس فرم ها تشکیل شده، و من میتونم یه فرمی رو تهیه کنم که به کاربر نشون بده و اونو انتخاب کنه که این فرم میتونه باتم داشته باشه، خود این باتمو که میزنم یه کاری رو انجام بده، یه باتم دیگه داشته باشه که یس و نو به طور مثال داشته باشه که اگه یس بزنم یه کاری بکنه، نو بزنم یه کاری دیگه بکنه. که حالا من نمیخوام کامل توضیح بدم، تو این داکیومنت ما از فرم استفاده نکردیم، ولی چون خیلی کارهای زیادی دارن حتما در آینده ما یه فرمی رو با هم ایجاد خواهیم کرد که تو همین شبیه سازی استفاده بشه و هم قابلیت نرم افزار شبیه سازی ما رو ببره بالا، همین که شما دوستان با یوزر فرم ها بیشتر آشنا بشین. خب مثلا من واسه ورود اطلاعات میتونم از اینجا استفاده کنم. از این استفاده کنم که مثلا ورود اطلاعات فارسی داشته باشم. خب گفتم حالا بعدا جلوتر بیشتر با فرم ها آشنا میشیم چون خیلی کاربردی هستن. من هایی داشتم اینجا رو کلیک میکردم، این چون فرم تو موقعی که نشون داده بشه این زب درش به عنوان یه باتم اعمال میکنه، من حواسم نبود همش داشتم اینو کلیک میکردم که این بسته بشه و بسته نمیشه. باست این فرم همو دلیت کنم، روش کلیک راست میکنم، ریمووش میکنم، میگه میخوای از این قبل از دلیت اکسپورت بگیری؟ میگم نه. خب با این پنجره بعدن آشنا میشیم، قبلا باز بودش. خب بعد از فرم ها ما ماژول ها رو داریم. وقتی که یه ماژول رو من اینزرت میکنم، در حقیقت ماژول میتوانایی داشتن پروسیجر های مختلفی رو داره. من میتونم چند تا پروسیجر اینجا تعریف کنم و مثلا این پروسیجر یه سری کارها میکنه، MSG باکس میکنه مثلا یک رو، بعد یه دونه دیگه مثلا داشته باشم پروسیجر مثلا فانکشن داشته باشم که یه فانکشنی رو بگیره. خب پس من میتونم ماژول رو تعریف کنم به خاطر اینکه در حقیقت یه چیزی شبیه دیست داکیومنت رو اینجا داشته باشم که یک ماژول رو اگر پابلیک تعریف کنیم، حالا جلوتر شاید برسیم تو همین فیلم ببینیم که من یه ماژول رو تعریف میکنم که این کار رو واسه من انجام بده و این ماژول چه کارهایی داره. من میتونم اینو اکسپورت کنم و جداگونه توی نرم افزار دیگه، توی ویزیو دیگه ازش استفاده کنم، یا اصلا جداگونه توی اینجا تو موقع ماکروها رام ماکروز رو که میخوام انجام بدم به عنوان یک ماکرو ازش استفاده کنم. پس ماژول ها در حقیقت یک نرم افزار کوچیک دیگه ای رو من میتونم تو این ویدیو خودم داشته باشم، یعنی چندین تا نرم افزار داشته باشم که ازش استفاده کنم. من سعی میکنم لغات عامیانه استفاده کنم که چون ما برنامه‌نویس نیستیم میتونیم ازش استفاده کنیم و خب در حقیقت کاربردهای اون رو با زبون خودمون بشناسیم. خب من یه ماژول رو سعی میکنم تو همین فیلم تعریف کنم. الان در حال حاضر اینو دلیت میکنم، ریموو میکنم و اکسپورت هم نمیخوام بگیرم. بعد از اون کلاس ها هستن که وارد کلاس ها ما نخواهیم شد چون کلاس دیگه وارد بحث های برنامه‌نویسی شیگرا میشه تعریف کلاس ها، و خب حرفه‌ای میشه و در حقیقت برنامه‌نویس لازم هست که با اونا آشنا بشن، ولی تعریف کلاس رو ما حتما باید بدونیم. خب توی برنامه‌نویسی شیگرا
ما کلاس ها و شی ها رو داریم. شی دقیقا معنی یک شی رو میده، به طور مثال انسان. یک شی میتونه یه رویداد داشته، یه سری مشخصه داشته باشه، مثلا انسان بدن انسان داره، ماهیچه داره، استخوان داره و خیلی مشخصه های دیگری رو داره. یک شی میتونه فانکشن هایی داشته باشه، به طور مثال میتونه عملکرد هایی داشته باشه، به طور مثال یک شی میتونه، یک شی انسان میتونه بدوه، میتونه قدم بزنه، میتونه بپره، میتونه غذا بخوره و یک سری رویدادها داره که با اون رویدادها مثلا میتونه اقداماتی رو انجام بده. خب کلاس فرقش اینطوری هستش که کلاس یک تمپلیته. به طور مثال یه دستگاهی رو در نظر بگیرین که انسان تولید میکنه، اون دستگاه کلاس هستش، انسان شیء من میشه تو اینجا. خب ما میتونیم اگر برنامه‌نویس باشین میتونین کلاس های خاص خودتون رو اینجا توی کلاس ها تعریف کنین و از اون استفاده کنین، ولی ما که برنامه‌نویس نیستیم از کلاس های پیش‌فرض ویزیو که تهیه شده داریم استفاده میکنیم. چجوری؟ ویزیو و وی بی ای و اکسل همه اینا یک سری لایبری دارن، لایبری کتابخونه ای از کلاس ها هستش که من اگه تو تولز رفرنس برم میتونم انواع اقسام لایبری ها رو اینجا اد کنم که من به صورت پیش‌فرض مایکروسافت اکسل لایبری رو اینجا اد کردم که بتونم از آبجکت های اکسل هم استفاده کنم و از اونا بهره ببرم. و شما هم میتونید بیاین اینجا مایکروسافت اکسل رو پیدا کنین و اونو اد کنین به داکیومنت خودتون. و از یه طریق دیگه، از طریق دیگه هم میتونم آبجکت هایی که تعریف شدن توی این در حقیقت ویزیو وی بی ای و حالا چیز لایبری هایی که من اینجا دارم و از آبجکت بروسر بخونم و پیدا کنم. اگه آبجکت بروسر رو توی ویو بزنین میتونین تمام کلاس ها، لایبری ها و مشخص ها موارد مختلف رو مشاهده کنین. مثلا اکشنز اینجا میشه کلاس اکشنز، ممبر آف اکسل از اکسل خونده و ممبر یعنی اعضای اون اپلیکیشن هست. اپلیکیشن یه پروپرتی مشخصه از اکشن هستش، کانف یه مشخصه هستش، خب و آیتم هم یه، همه اینا یه مشخصه هستن. حالا اگه من بیام اینجا مثلا این یه پروپرتی هست، نیم از استرینگ، یه متغیر در حقیقت که تعریف شده و خب میتونم از اینها استفاده کنم و به عنوان یک راهنما مانند که ببینم چه لایبری اینجا دارم و از چه آیتم هایی میتونم استفاده کنم. ولی خب راحت ترین راه سرچ کردنه. حالا من بهتون نشون میدم که وقتی من میام اینجا میخوام شیهای خودمون که در حال حاضر موجود هست توی ویزیو بخونم، یا از چرخ فور استفاده کنم برای اولین بار و بلد نیستم، یا مثلا دات کانت رو استفاده کنم که یک مشخصه هست و میگه مثلا تعداد چقدر هست، من کانت رو اجرا نمی کنم. خب یه رویداد نیستش، یه مشخصه هستش که داره میخونه. حالا با مفاهیم برنامه‌نویسی ما نمیخوایم زیاد آشنا بشیم، بیشتر میخوایم کاربرد اون رو بدونیم و استفاده کنیم. و خب داشتیم میگفتیم کلاس ها رو میتونم اینجا به صورت سفارشی هم خودم بسازم و اکسپورت کنم و جای دیگه توی لایبری خودم اد کنم کلاس هایی که داشتم. و جالب بدونیم که سی پلاس پلاس کارها و جاوا کارها شی های خودشونو، کلاس هایی که تعریف میکنن و واسه عموم در اختیار میذارن. مثلا کلاس ریاضی تعریف کردن، مثلا تو اون کلاس ریاضی حالا شیه مثلا سینوس و چیزهای مختلف رو تعریف کردن و بقیه میان اون لایبری ها رو فراخوانی میکنن و ازش استفاده میکنن که الان واسه سی پلاس پلاس مثلا لایبری های جامع و کاملی وجود داره، چون خیلی وقته که زمان گذشته و خیلی اون رو تولید کردن. خب حالا دیگه وارد بحث کلاس ها نمیشیم، چون من خودم واقعا انقدر برنامه‌نویسی بلد نیستم که در مورد اون رو صحبت کنم و من هم یک شخص کاربر هستم از وی بی ای. وی بی ای یک زبان برنامه‌نویسی قوی نیستش و زبان برنامه‌نویسی تحت آفیس هست واسه اشخاصی همچون من که برنامه‌نویس نیستن ولی میتونن یه مقدار برنامه‌نویسی کنن، از اون استفاده کنن. خب وارد ویدیو خودمون بشیم. توی
اول گفتم که فرض کنین این خالی هستش، پس اینکه من بتونم به شما نشون کنم یه دونه ماژول تعریف میکنم، ماژول یک. خب وقتی که من اومدم دیس داکیومنت شبیه این خالی بودش. خب من اومدم چیکار کردم؟ یه پرایوت ساب تعریف کردم که من همینجا یه پرایوت ساب تعریف میکنم با اسم مای تست، پرانتز باز و بسته، اکسپریشن پرایوت رو اشتباه نشتم پرایوت. خب وقتی که پرایوت رو من می نویسم اینجا خودش انسابش هم میذاره. شما میتونستین از اینزر پروسیجور یه سابی رو هم همینطور پرایوت تعریف کنیم که حالا ما اینجا به صورت نوشتاری تعریف کردیم. خب من البته اول اومدم یه کامنت یه باتم اینجا گذاشتم و بعد اومدم روم باتم کلیک کردم، خودکار اومدش اینجا و کامنت باتم از کلیک رو زدش که حالا مثل همین اعمال میکنم. اینجا مای تست رو میبینیم که در زمان دیکلریشن تعریف اون وقتی که یک جا اونو اعلام بکنم مای تست رو اجرا میکنم. جنرال هم که جنرال. خب من اینجا اومدم کد خودم رو شروع کردم به نوشتن. اول اومدم گفتم که من میخوام از یوزر خودم یک ورودی بگیرم و این ورودی رو تو یک متغیری قرار بدم. خب همونطور که توی ویدیو اولم گفتم ما باگ های زیادی رو اینجا داریم که به مرور زمان با هم میخوایم برطرف کنیم. توی این فیلم اول که مقدمه بر وی بی ای هستش در حال حاضر باگی رو برطرف نمی کنیم و فقط یه مقدار میخوایم تا اینجا با هم پیش بریم که با محیط وی بی ای آشنا بشیم. خب من اول اومدم گفتم که اینپوت باکس، از سینتکس اینپوت باکس استفاده کردم. از این در حقیقت یک جور فانکشن هستش اینپوت باکس اگر توجه کنین. حالا جلوتر میبینیم که ما فانکشن رو هم راحت میتونیم فراخوانی کنیم. یک تابه هستش که ورودی رو میگیره و ورودی اون یه تکسته و خب کار رو واسه من انجام میده. من هم اومدم اینجا میگفتم که در حقیقت ران تایم مساویه با این پوت باکس، وقتی که کنترل اسپیس رو بزنم این خودش رو میشناسه، پرانتز باز، آرگومنت ها یا ورودی های مورد نیاز واسه تابم رو اینجا میگه، میگه چیزی که میخوای پرامپت بشه، یعنی اینکه بیاد بالا از تکست باید وارد کنیم اونو. مثلا میگم اینت د دوریشن دو نقطه فاصله دابل کوتیشن بسته. ما وقتی که میخوایم یه تکست رو وارد جایی بکنیم یا یه چیزی رو وارد تابه کنیم اگه از پرانتز استفاده نکنیم باید دابل کوتیشن استفاده کنیم. من اینجا میخواستم یه تکست رو تعریف کنم بخاطر این از دابل کوتیشن استفاده کردم. وقتی که ویرگول رو میزنم میگه ورودی بعدی رو میتونی بدیم. خب اینپوت باکس ورودی بعدیش آپشنال هستش و پرامپتش فقط فکر میکنم چیز باشه، اجباری باشه. وقتی که این پرانتز اینجا بسته از استرینگ گذاشته، یعنی همه اینا از استرینگ باید باشه. تایتلش میتونم بگم که حالا من تایتل اونجا تعریف نکردم ولی پوتو میتونم بذارم دیگه، میبندم. همه اینا از استرینگ باید وارد میشد به صورت متنی. ما متغیرهای ما تایپ های مختلفی دارن که من اینجا اگر توجه کرده باشیم متغیرها رو تعریف کردم. متغیرها رو تعریف کردن البته میگن لغتش داره، اعلام کردم که یه چنین متغیری وجود داره. خب واسه چی توی ماژول خودم اعلام نکردم در حال حاضر؟ خب اشتباهه. این که حالا لزومی نداشت اعمال کنم چون ورودی تابه هم من هستش، گفت یه چیز تکست فقط به من بده. ولی ران تایم من یک متغیره که من میخوام عدد بگیرم، پس دیم یعنی اعلام بکن ران تایمو از خب اینجا تایپ های مختلف خودم منو نشون میده که من تایپ هم چی هستش. اینتیجر. اینتیجر یعنی چی؟ این تایپی هستش که اینجا نمادش هم فرق داره که نشون میده تایپ اینا کلاس هستن، از اینا نمیتونیم استفاده کنیم. اینتیجر رو میذارم و خب یه خطی رو میندازه. من چرا این بالا تعریف کردم؟ میتونستم این داخل هم تعریف کنم به خاطر اینکه این رو به صورت گلوبال تعریف کنه. وقتی که گلوبال باشه توی تابه‌های دیگه هم میتونم ازش استفاده کنم که حالا جلوتر میبینیم. وقتی که داخل این استفاده کنم لوکال هستش و فقط داخل این ساب میتونم اونو
استفاده کنم ازش. خب من گلوبال تعریف کردم. خب همینجا اینو ران کنیم ببینیم چی به ما میگه. من الان وقتی که اینو ران کنم یه چیزی رو باید به من پرامپت کنه که بگه این چنین هستش، یوزر بتونه اونو وارد کنه و داخل ران تایم قرار بده. وقتی که بیام اینجا از اینجا ران رو قرار بدم، یعنی علامت سبز رو بزنم، این ران میشه. یا اگر شما این برقه میان برو نداشتی، میتونیم بیاین توی ران، ران رو بزنیم و میاد اینجا برای یه فرمی رو واسه من ایجاد کرده که این فرم enter the duration رو داره و تایتلش هم input هستش که من عدد 2 رو میزنم و اوکی میکنم و میره داخل ران تایم. خب من چیزی ندیدم، من دوست دارم واسه اولین بار حداقل یه خروجی رو داشته باشم که msg box اگر بنویسم msg box یه تابع دیگه هستش، msg box اشتباه نوشتم، msg box یه تابع دیگه هستش که اگه پرانتز باز رو بزنم ورودی های اونو میزنه، prompt اجباری هستش و خب باید اونو وارد کنم که من میخوام ران تایم منو prompt کنه و پرانتز رو میبندم. توجه کنید یه حالت دیگه ای که وجود داره، میتونم اینو پرانتز رو وردارم و خب اینجا همین ران تایم رو به صورت با فاصله بزنم، ویزیو اینجا میفهمه. چرا من دابل کوتیشن اینجا نذاشتم؟ اگه دابل کوتیشن بذارم خود کلمه ران تایم رو به صورت تکست به من نشون میده، ولی من میخوام متغیر ران تایم رو به من نشون بده، به خاطر این بدون کوتیشن میذارم، دابل کوتیشن میذارم. وقتی که ران رو بزنم اینجا، سه رو وارد کنم، اوکی کنم، MSG box میاد میگه بدون تایتل هست، ویزیو گذاشته پیش فرض خودش و سه و میگه اوکی اوکی. خب اولین کد خودمون رو نوشتیم و حالا تو دفعات بعد فکر میکنم چون این فیلم طولانی شد بهتره که دو قسمتش کنیم و بیایم اینجا هم با چرخه فور آشنا بشیم، هم با ایف آشنا بشیم، هم سعی کنیم این باگ خودمونو که بهتون نشون خواهم داد و برطرف کنیم. بذاریم باگ رو بهتون نشون بدم. من وقتی که اینو ران میکنم، اول از همه اچ میزنم، میاد به من میگه ناکن تایپ میسمچ، تایپ ها با هم برابری ندارن و دیباگ میخوای بکنی یا اند کنی، که میخوام دیباگ کنم، که میاد اینجا تو اون خط به من نشون بده که چجوری دیباگ کنی. یه چیز دیگه کامنت هم بهتره بهتون بگم که چی هست. کامنت اگر توجه کنی، من اینجا از کامنت های مختلف استفاده کنم. کامنت باسه توضیحات هستش و اجرا نمیشه و وقتی که من یه کدی رو در حال اجرا کردن رو بعدم بهتون استپ با استپ نشون میدم اجرا میکنم، از اینها میگذره و اصلا اجرا نمیشه. وقتی که این نماد کوتیشن رو اینجا بذارم، میتونم بگم که مثلا اینجا یه کوتیشن میذارم This is a test و این فقط یک جمله هست واسه راهنمایی کسی که این کد رو وارد باز میکنه یا راهنمایی خودم و اینجا مینویسم. اینجا هم من از کامنت های مختلف استفاده کردم، چون من اینو خب شاید مثلا فکر کنم یک ماهی میشه که الان نوشتم از وقتی که این فیلمو درست کردم و الان وقتی که اینو باز کنم خیلی جاهاشو یادم نمیادش و اولین کسی که ازش سود و منفعت میبره خودم هست که یادم باشه چی کار کردم و دوم اینکه کسی که این کد رو میگیره متوجه میشه من اینجا منظورم چی بوده و چه کارهایی انجام دادم، واسه توضیحات بیشتر هستش. خب امیدوارم از این فیلم استفاده کامل رو برده باشین. تو جلسه بعد ما گفتم که وارد این قسمت میشیم و سعی میکنیم باگ خودمون در اینجا رو برطرف کنیم و خب این قسمت هم بهتر بگم که شیپ ها رو میاد میگیره و اولین مکانی که استارت ایونت من هستش برای شروع پیدا میکنه. خب من اینو سیو میکنم. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.